به نام یزدان پاک و به نام نامی ایران زمین، نامی ایران زمین، با هر که درد مملکت خیش اظهار می کنم، باد سرپروری است که بیدار می کنم. از بس که در زمانه تمول و جفا اعتبار یافت، در کنج خشمم ز مشت به دیوار می کنم. پژمردن یک شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشی من و تو و آدمک هاست. می بینیم و می شنویم و می دونیم، نه دیگه نمی تونیم ساکت بمونیم. بی شهامتی شاید یک دلیل، اما بی غیرتی نه در خون ماست. داستان فیل و کوران. خیلی وقتا بحث و جدل های ما با دیگران به خاطر تفاوت دیدگاه های ما می باشد، اما دیدگاه های شخصی ما که ناشی گرفته از محیط کوچک و بسته ماست نمی توانند درست و یا کامل باشند. آنچه که من می گویم حقیقت کامل است، کما اینکه هر کدام از ما حقایق را از دید خود احساس و اظهار می کنیم. حال آنکه همه ما نظرهای خوبی را می توانیم ارائه دهیم و آرزوهای خوبی هم داشته باشیم، ولی نتیجه این تکروی ها آن شده که 1. بدگویی و نفاق در بین جامعه ایرانی به اوج خود رسیده است. 2. اعتماد و احترام جای خود را با بی‌اعتمادی و بی‌احترامی عوض کرده است. داستان فیل و مردان نابینا یا فیل و کوران داستانی است تمثیلی و عارفانه که برای روشن کردن نقص کشف حسی بان استشهاد شده است. ریشه این داستان را به جنوب شرقی آسیا نسبت دادند. علاوه بر این، آیین‌های بودا و جین، هندوگرایی، صوفیان مسلمان نیز از این داستان در آثار خیش بهره گرفتند. در روایت‌های مختلفی که از این داستان شده است و چه مشترک چنین دیده می شود. گروهی از مردان نابینا یا مردان در تاریکی در هندوستان که تا آن زمان فیل را ندیده بودند ولی خود را بسیار باهوش می دانستند، دست بر فیل می کشند و چون هر یک فقط به عضوی از اعضای فیل دست می کشد، به تصویر فراگیر درست و کاملی از فیل دست نمی یابد و اختلاف در بین آنها بالا می گیرد. یکی از ایشان بر پای فیل دست می کشد و آن را چون درختی تنومند می داند. دیگری بر دم فیل دست می کشد و فیل را مانند ریسمانی تصور می کند. سومین مرد به ظاهر خردمند خرطوم فیل را لمس می کند و می گوید فیل یک مار عظیم می باشد. چهارمین نابینا به گوشهای فیل دست می کشد و می گوید فیل یک پنکه بزرگ می باشد. پنجمین مرد به شکم فیل دست می کشد و فیل را چون دیواری بزرگ تصور می کند. و بالاخره آخرین مرد نابینا که بر آج فیل دست می کشد، آن را یک نیزه بزرگ تصور می کند. از این داستان استنباط شده است که موقعیت‌های مختلف که در هر لحظه دامنگیر نظاره کنندگان در حقایق است، تصویر مشخصی از یک تک حقیقتی را برای آنها به وجود می آورد. ولی کشف یک حقیقت واحد که یک حقیقت ناقص است و حقیقت کاملی نیست. به جای تمرکز بر وجه مشترکهای موجود، آنها یک جانب خود را عالم کل می دانستند و فکر می کردند که دیگران اشتباه می گویند. این طرز تفکر آنها را از حقیقت واقعی آنچنان دور ساخته بود که تصور فیل واقعی تبدیل به اشیاء کاملا بی‌مضمونی گردیده بود. جلال الدین محمد بلخی در این مورد میگوید در کف هر یک اگر شمعی بودی،
اختلاف از گفتشان بیرون شدی، چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رس، چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل و از دیده دریا را نگر، جنبش کف هاز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب، ما چو کشتی ها به هم بر می زنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم، ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. در پایان این داستان دخترک کوچکی که شاهد بحث و جدل این نابینایان به ظاهر دانا بود به حالت مسخره به آنها میگوید شما هر چه دلتان میخواهد فکر کنید، ولی این یک فیل است که چهار پا، خرطوم، گوشهای بزرگ و عاج سفید و زیبایی دارد. او یک فیل است. Six men of Hindustan, to learning much inclined, went to see the elephant, though all of them were blind. That each by observation might satisfy his mind, satisfy his mind, satisfy his mind. Six men of Hindustan, to learning much inclined. Well, the first approached the elephant and happening to fall against his broad and sturdy side, at once began to bawl, God bless me, but this elephant is very like a wall. And the second, feeling of the tusk, cried, whoa, what have we here, so very round and smooth and sharp, to me it's mighty clear, the wonder of an elephant is very like a spear. All of them were blind, all of them were blind. Six men of Hindustan, to learning much inclined. The third approached the animal and happening to take squirming trunk within his hands, thus boldly up he spake, I see, quoth he, the elephant is very like a snake. Then the fourth reached out an eager hand and felt about the knee, most this wondrous beast is like, 'tis mighty plain, quoth he, clear enough the elephant is very like a tree. Touch thee, he said, even the blindest man can tell what this resembles most, deny the fact you can. This marvel of an elephant is very like a fan. And the sixth, soon I had begun about the beast to grope, to grope, the season on the swinging tail that fell. Elephant is very like a rope. All of them were blind. All of them were blind. Six men of Hindustan, learning much inclined, to learning much inclined. And
so these men of India stand disputed loud and long, each in his opinion, exceeding stiff and strong. Each was partly in the right, but all were in the wrong. So often theologic was the disputants I ween. Rail on in utter ignorance of what each other mean. And pat about an elephant, not one of them has seen. تمامیت ارضی کشور. خاک من گل شود و گل شکفت از گل من، لذت عشق تو ایران نرود از دل من. آیا دلایل واقعی شورش 1357 و یا طغیان مردم ایران را در آن زمان می دانیم؟ شورش سال 1357 با سناریویی که افراد آکادمیک ایران طراحی کرده بودند و به رهبری آیت الله خمینی انجام گردید. در این راه مجاهدین، چریک‌های فدایی، حزب توده برای رسیدن به اهداف خیش نیز همکاری می‌کردند. ولی هدف اصلی این افکار شوم چه بود؟ اگر شاه از میان برداشته شود، همه چیز درست می‌شود. رسیدن به هدف هم زیاد سخت نبود. شاه و افکار او بر مردم ایران، علل خصوص دشمنان خانگیش، بسیار روشن بود و می دانستند که او برای حفظ قدرت حاضر به کشتار مردم ایران نیست. همچنین می دانستند که شاه فقید اعتمادش از بسیاری از نزدیکانش سلب شده است. پس اگر بتوانند با تولید شورش، آشوب، دروغ پراکنی، تهمت و همچنین استفاده از مذهبیون تندرو آبرا گلالود بنمایند، به راحتی می شود فاصله مصنوعی بین شاه و مردم را ایجاد نمود که در این میان ابرقدرت های ناراضی از رهبر یک کشور جهان سومی همچون محمد رضا پهلوی که در مدت کوتاه می خواست کشورش را به اوج پیشرفت برساند هم مزید بر اتفاق شد و سرنوشت ما را این چنین تا به امروز رقم زد. شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشداران محمد رضا شاه پهلوی به تاریخ پیوست و تاریخ چاره جز سپاس از خدمات بشر دوستانی او ندارد. 40 سال به سرعت باد سپری شد. مشکل اصلی امروز چیست و چرا مردم ایران دوباره قیام کردند؟ مردمی که برای امرار معاش مجبور به ریاخاری شده بودند، دیگر تیرشان به سنگ خورده و سرمایه هایشان بر باد رفته است. این احساس خطر جدی برای زنده ماندن و سیر کردن شکمشان آنها را به خیابانها ریخت که به آن میگویند انقلاب گرسنگان. ناپلئون بناپارت میگوید تنها انقلاب خطرناک انقلاب گرسنگان است. من از شورش هایی که دلیل آن بینانی باشد بیش از نبرد با یک ارتش 200,000 نفری بیم دارم. اما دیدگاه‌های مخرب ما و آشفته ما فقط آنچه را می‌بینند که ما دوست داریم ببینند. او مانند عیسی بود و ما در قالب حواریونش. از زبان دکتر کوروش لاشایی در مورد پرویز نیکخواه. پرویز نیکخواه از رهبران حزب انقلابی توده ایران، از سازمان‌هایی که از حزب توده منشعب شده بود. دکتر عباس میلانی از هموندان همان سازمان بود.
متاسفانه امروز هم همین دیدگاه ستایشگرانه در میان مخالفان جمهوری اسلامی رواج دارد. تفاوت ما با اعراب بیابانگرد و آن 360 صنمی که در خانه کعبه می پرستیدند در اینجاست که نزاع تازیان برگرد هرچه بود در سر برتری این مقام بود نبود. ناگفتنی است که ساده دلی و ساده لوحی حد و مرزی ندارد. بسیاری از شیفتگان رهبران سیاسی امروز بر این باورند که بت من پاک و منزه است و از بیگانگان پول و مخارج نگرفته، در حالی که حتی چریکی انقلابی مانند کوروش لاشایی هم اذعان می‌کند که سازمان او سالانه 20,000 دلار از سفارت چین در پاریس کمک مالی می‌گرفته است. برگ 82 از کتاب نگاهی از درون به جنبش چپ ایران. قارچ‌های خود رو هم که معرکه کردند. فخرآورها با تئوری‌های عوام‌فریب دست هر شارلاتانی را از پشت بستند. در کفه دیگر ترازو عوام الناس هم نسخه خودشان را برای کشور میپیچند. یکی رأی میدهد و انگشت جوهر مالیده اش را نمایش میدهد. دیگری راه مبارزه سبز را در پیش میگیرد. آن دیگر با اینکه اختلاس های احمدی نژاد را میداند معتقد است او بهترین شانس برای ایران فردا. بقیه عوام الناس هم به خیال مبارزه در توییتر و فیسبوک برای یکدیگر ویدیوهای ارسال می کنند به این امید که جامعه ایرانی در قبت را به جمع ذکر مصیبتی ها وارد کرده و با توسل به متدهای عاشورایی حسین را احیا و شم را سرنگون کنند. حال آنکه پس از سرنگونی انوشیروان عادل آنها کیست و کجاست هیچ کس نمی داند و اهمیتی هم ندارد. اکثر دوستان مبارز هم که زحمت تحقیق را به خود نمی دهند. و اگر گوشزد شود که فلان ادعا، ماجرا و یا عکس به این دلیل صحت ندارد و دیگران از ساده دلی و سوء استفاده کردند، زود ناراحت می شوند. کوتاه سخن این که اگر رگ گردن ما بابت انتقادی مستند از رضا شاه یا مصدق یا شاهزاده و دیگران متورم و منقبض می شود می باید صابون 40 سال دوم استقرار رژیم اسلامی را هم به تن خود بمالیم و تحمل کنیم که اهل منبر به ریش ما، به نحوه مبارزه ما و به اولویت های ما بخندد. همه چیز در زندگی بازی شطرنج نیست. کمی هم به بازی تخت نرد بیاندیشید. آنچه را که شما مطمئن هستید خواهید برد، مطمئن باشید که خواهید باخت. به ایران بیاندیشیم. بدون ایران هیچ چیز نخواهیم داشت. چو ایران نباشد تن من مباد. Thank you.
ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. She don't.